آره میتونه. خب ایران یادتون باشه ایران شوروی نیست، ایران اینجوری هم نیست که به این سادگی تمامیت ارزش به هم بریزه. ما تو تاریخ ایران همیشه دیدیم، یعنی خیلی دیگه از حد 20 سال گذشته تجربه مون این بوده، من در اونچم زیاد نوشتم، که هر موقع دولت مرکزی ضعیف بشه نیروهای گریز از مرکز گریز از مرکزی میکنن، با برای که معمولا این دعواهای نیروهای گریز از مرکز و مرکز سر قدرت توازن قدرته. ما تو تاریخ 120 سال دیدیم که هر موقع دولت مرکزی ضعیف میشه نیروهای گریز از مرکز به اصطلاح مرکز گریزی میکنن و تجزیه طلب میشن، جدایی طلب میشن. اما بعد وقتی که دولت مرکزی قدرتش رو جمع میکنه و قدرت میگیره، خیلی ساده تونسته این نیروها رو برگردونه سر جاش و اونا به حال میرن دنبال کارشون. به اعتقاد من اینه که ایران تجزیه نخواهد شد در هیچ شرایطی، اما در کوتاه مدت و در یک جریان موقتی این اتفاق میتونه بیفته. در انقلاب 57 این اتفاق افتاد، توی کردستان، ترکمنسرای، جاهای دیگه، تو خوزستان، خیلی جاها. این خیلی طبیعیه، برای که تو تاریخ ایران ما این همیشه دیدیم که این اتفاق میتونه بیفته. اما در تحلیل نهایی بنده نگران تجزیه دائم ایران نیستم، واقعا صادقانه نیستم، و فکر میکنم که ایران خودشو جمع میکنه و اصلا ایران یک وضعیتی داره که در اطرافش دورورش هیچ کشوری هم حاضر نیست که یک تیکه از ایران رو برداره بره، چون میتونه به این سادگی نمیتونه اون لقمه رو بکنه تو دهنش. به این سادگی هم نیست که اون رو فرو ببره. همه کشورها میدونن که هر تغییر مرزی در منطقه در کشور تصادفا یک تغییر مرزی علیه ایران به نفع ایران خواهد بود، برای اینکه به ایران بهانه میده برگرده به مرزهای 120 سال گذشته. شاید اینه که همه مواظب این تغییر هستن. بنابراین من فکر میکنم که مشکلی اونجا نداریم. به هر حال من امیدوارم که این جریان هسته‌ای مذاکرات در همون چارچوب انجماد، شاید هم آقای علیزاده فکرش همون فرامتنی همون بحث انجماد منه که اعتقاد دارم ممکنه اینا توافق کنن در یک برای چارچوبی قلیسازی ایران منجمد بشه، همون کاری که آقای خاتمی هم کرد. یادتون باشه آقای خاتمی یک سال و نیم سلطنت هسته‌ای ایران منجمد کرد، به قرار بود که به اصطلاح یه بسته تشویقی هم اروپا از اروپا بگیره که خود آقای خاتمی بعدا گفتیم در بسته توهین بود، ولی که امریکا نذاشته بود. به هر حال مثلا خدمت من با عزتون دیگه یواش یواش باید